ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس نمایندگان ایران گفته است که بر اساس طرح ساماندهی شهروندان خارجی، ایرانی هایی که به اتباع خارجی غیر مجاز خانه یا شغل دهند مجازات خواهند شد. او این اظهارات را در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در تشریح طرح ساماندهی اتباع خارجی بیان کرده است. به گفته ابوترابی، این طرح دارای 103 ماده و تبصره است و همه مسائل مهاجران را در بر می‌گیرد. این مقام ایرانی تأکید کرده است که باید فضا برای اتباع خارجی غیر مجاز تنگ شود تا یا ایران را ترک یا مسیر قانونی را طی کنند. همزمان خبرگزاری دولتی ایران روز یکشنبه در مطلبی به نقل از نوذر شفیعی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و نماینده سابق مجلس ایران نوشته است که این کشور هم باید مانند پاکستان مهاجران را اخراج کند. شفیعی گفته است که به باور او مهاجران افغانستانی هم بر فرهنگ و هم بر اقتصاد و به خصوص بر مسئله امنیت ملی ایران تأثیر منفی دارد. گفتنی است ایران در کنار پاکستان از سالها به این طرف میزبان میلیون‌ها مهاجر عمدتاً بدون مدرک افغانستانی است. شمار مهاجران افغانستانی در ایران پس از حاکمیت طالبان در افغانستان افزایش یافته است. پاکستان ماه گذشته برای مهاجران غیرقانونی از جمله 1.7 میلیون شهروند افغانستان ضرب الاجل تعیین کرد که آن کشور را ترک کنند. تا کنون صدها هزار افغانستانی از پاکستان به افغانستان برگشته یا اخراج شدند. علی عبدی انبوهی پژوهشگر دینی و کارشناس حقوقی از قم و همچنین مظاهر رئیس‌زاده کارشناس مسائل سیاسی از آنکارا با ما همراه هستند. آقای عبدی و آقای رئیس‌زاده سلام، وقت شما بخیر. سلام و عرض ادب، وقت شما بخیر. صدای من هست قربان. صلوات بر محمد و آل محمد و تقدیم وقت بخیر خدمت شما و خدمت مهمان عزیز. ممنونم، خوش آمد به اخبار شیعه. جناب عبدی، با توجه به اظهارات یک عضو مجلس ایران مبنی بر مجازات ایرانی ها در صورت همکاری با مهاجران، دلایل اتخاذ این تصمیم چیه؟ بفرمایید. ضمن عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان و مهمان گرامیتون، این نماینده بزرگوار مجلس که چنین صحبتی رو کرده، صحبت از قانون وزارت کار هست و چیز جدیدی نیست. قانون وزارت کار هر شبت به ماده 120 و ماده 181 اعلام میکنه که هر کس اسباب رو بدون داشتن مجوز کار به کارگیری بکنه، برای بار اول با تذکری که به او داده میشه 5 برابر حداقل دستمزد کارگر در روز رو، و برای بار دوم 10 برابر، و برای تکرار مجدد بین 91 تا 180 روز بازداشت و حبس خواهد داشت. و این خب قانون کار و مصوب مجلس هست که از پیش از انقلاب، یعنی قبل از سال 57 در قوانین بوده، حالا البته بخشیش هم عرض شود که دستخوش تغییرات بوده و حرف جدید و نقطه جدید رو درونش نداره. اما خب باید توجه کرد که اشتغال به کار اتباع غیر مجاز پیامدهایی برای خود ایرانیان در درون کشور داره، من جمله این که چون اینها بیمه انجام نمیشه براشون، دستمزدهاشون پایین هست و عرض شود که نیاز به مسکن و حق مسکن و حق اولاد و آن چیزی که قانون مطرح کرده برای یک کارگر ایرانی رو ندارند، خب نیروهایی هستند که کم هزینه تر هستند برای کارفرما.
قانون آمده برای اینکه ایجاد امنیت شغلی برای مردم کشور خودمون رو داشته باشه، چنین قوانینی رو وضع کرده و این البته هیچ ارتباطی به صرفا افغانی بودن فرد نداره، افغان بودن فرد نداره و همه اتباع کشورهای خارجی رو در بر میگیره. ممنونم. بله. آقای رئیس‌زاده، همزمان با اخراج اجباری بیش از 1 میلیون مهاجر از پاکستان، آیا سرنوشت مشابهی در انتظار مهاجرین افغانستانی در ایران هم خواهد بود؟ بسیار خوب. ببینید، پاکستان این قیودات جدید را که در قبال پناهجویان افغانستان اخذ کرده، البته این جدید است و قبلا این گونه سیاست یا استراتژی در قبال مهاجرین نداشتند. اما دولت جمهوری اسلامی ایران در طول چندین سال متاسفانه همینطور یک سیاست سخت و ظالمانه ای را البته در قبال مهاجرین داشته. وقتی ما مهاجرین میگیم، مهاجرین قانونی داره و غیر قانونی داره، اما بحث مهاجرین بحث انسانی است، بحث حقوقی است. این مواردی را که ما بیاییم مطرح بکنیم که وارد شدن مهاجران افغانستانی چه قانونی و چه غیر قانونی باعث میشه که امنیت شغلی مردم ایران را خراب بکنه یا تخریب بکنه، به نظر من یک حرف اشتباه است. ببینید، ماده 12 اعلامیه حقوق بشر اسلامی که خود ایران عضوی از این هست و تصویب کننده ایش است، تصریح میکنه که هر انسانی بر طبق شریعت حق انتقال و انتخاب مکان برای اقامت در داخل یا خارج کشور دارد و در صورت که تحت ظلم قرار بگیرد میتواند به کشور دیگر پناهنده شود و برو کشور پناهنده یا همون دولتی که در اونجا پناهنده میشه، برو واجب است که با این پناهنده مدارا بکنه تا ای که پناهگاهی برش ایجاد شود و این البته در صورتی که متهم به جرم نباشد. خب ببینید، این بحث انسانی است و بحث حقوقی است. ما بیاییم این بحث را بیشتر متخصصانه مطرح بکنیم، ای که افغانی ها یا مردم افغانستان چه مهاجر قانونی و غیر قانونیش میاید در افغانستان و باعث میشه که اونجا اختلال امنیت قبول نیست و ایره ما در جای متاسفانه ندیدیم. من خودم در ترکیه زندگی میکنم و ترکیه هم بیش از 6 میلیون مهاجر سوری و پاکستانی و افغانستانی داره و اینجا چرا اینجا امنیت شغلی مردم ترکیه مختل نمیشه که در ایران میشه یا در پاکستان میشه؟ بیاین ایره از زاویه انسانی و زاویه بشر دوستانه مطرح بکنیم. همون قسمی که شاعرم میگم، ما بدین در نپای حشمت جا اومدیم، از بدی حادثه اینجا به پناه اومدیم. بیاین بحث انسانی بکنین، بحث بشر دوستانه بکنین، بحث اخلاقی بکنین. ای که می امنیت شغلی شما را خراب میکنه یا میمه که امنیت شما را خراب میکنه یا ای که کار شما را دست میگیره، این مسائلی که ما قبلا اینا رو گذاشتیم، اینا رو باید روش بحث نکنیم. بله جناب عبدی، برخی مسئولین در ایران مدعی شدند مهاجران افغانستانی تاثیرات منفی بر اقتصاد و فرهنگ ایران گذاشتند. آیا واقعا چنین بوده است؟ بله، ببینید، این آمارهایی که من الان خدمت شما میدم آمار رسمی است که مرکز آمار ایران داره ارائه میده. در سرشماری نفوس و مسکن سال 95 1,583,979 نفر و به عبارتی نزدیک به 2% جمعیت وقت ایران رو فقط اتباع افغانی عرشبت که شامل میشد و این البته عدد در حال حاضر به حدود نزدیک به 8 میلیون نفر رسیده. خب هر ساله قریب 500,000 نفر، جدای اون 8 میلیون، قریب 500,000 نفر کارگر فصلی داریم که در فصلهای مختلف مخصوصا فصل نیمه اول سال برای کار از افغانستان میان ایران و بخش کشاورزی مشغولند و برمیگردند. حالا چه اتفاقاتی میفته تو این زمینه؟ ببینید، با توجه به رقم یارانه نان در بودجه 1402 یک چیزی حدود 11,000 میلیارد تومان فقط یارانه نان به این اتباع اختصاص داده میشه. قریب به 100 میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی ارشود که در این کشور داره هزینه میشه که این هزینه ها میتونست به هزینه های عمرانی و توسعه کشور بیانجامه که بیش از 20 میلیارد دلارش سهم اتباع خارجی است.
که حداقل در بهترین حالتش قریب به 2 میلیارد دلار سهم اتباع افغانی خواهد بود. خب نگاه کنید با این حجم و حالا شما تو بحث سلامت و یارانه هایی که در سلامت به کشور داره پرداخت میشه، اتباع افغانی از اونها هم بهره مند هستن. اینکه چرا افغانی ها ایران رو انتخاب میکنن مشخص کاملا، سرانه سلامت بالایی که هست، ایجاد شغل. شما نگاه کنید در 48 ساعت برای یک فرد افغانی به راحتی کار پیدا میشه، در حالی که برای یک ایرانی اینطور نیست. سالانه صندوق تأمین خسارت بدنی ایران که هزینه‌ای که واسه دیه داره پرداخت میکنه، بیش از چندین میلیارد تومان هزینه های بیمه و خسارت های بیمه بدنی فرد رو، جسم فرد رو، افغانی که در هنگام کار خدا نکرده اینها مرحوم میشن یا صدمه بدنی میبینن، خب اینها رو داره پرداخت میکنه. خب اینها یارانه ایست که از پول این ملت، از پول این کشور داره خرج میشه. و اگر اینها بیاد در مسئله عمران و در توسعه کشور به کارگیری شه، خودش مبالغ کلانی خواهد بود. من از این بزرگوار تعجب میکنم که فرقی قائل نیستند بین ارشد اتباع که به صورت قانونی وارد شدن و افرادی که غیر قانونی، اون کسی که وارد قانونی وارد شده حتما کشور برای آسایش او تمهیداتی رو اندیشیده، ولی اون کسی که غیر قانونی است و متاسفانه در جرایم مختلف مثل ارشد قاچاق مواد مخدر، مثل قتلی که همین جدیدن استاد اهل فرهنگ داریوش مهرجویی رو ارشد با اون وضع فجیع به قتل رسوندن، و متاسفانه عامل قتل ارشد که یک فرد اتباع افغانی هست، خب اینها رو هم باید دید. البته مردم افغان مردمان بسیار محترم و افغان تحصیل کرده. عبدی اگر اجازه بفرمایید من پاسخ یا عکس العمل جناب آقای رئیس‌زاده را بشنویم در مورد صحبتاتون. بفرمایید آقای رئیس‌زاده. حرفای آقای عبدی خوب است. حرفای آقای عبدی، البته آماری که اینا در رابطه با ای که چرا مردم افغانستان از لحاظ مهاجرت و از لحاظ شغلی چرا ایران را انتخاب میکنه، اینا من به شما واضح میگم جناب آقای عبدی، که مردم افغانستان در مهاجرتشان ایران را به خاطر ایجاد شغل و کار البته در زمان فعلی انتخاب نمیکنند. فعلا سطح درآمد مردم افغانستان یا مهاجرین در ایران کمتر از سطح درآمدشان در افغانستان. همچنان مسئله ارزش پولی و سایر خدمات صحی و سلامتی که شما میگید، خب در بحثی که شما میگین خیلی از مردم افغانستان میاین اینجا در قاچاق مواد مخدر و در قتل اینا روی میرن، ببینید شما کارشناس مسئله حقوقی هستین، شما باید را درک بکنین که جرم یک عمل شخصی هست، یک عمل جمعی نیست. وقتی فرد جرم میکنه ما فقط او فرد مجرم را میتونیم مطابق قانون مجازات بکنیم، نه یک جامعه مهاجرتی در یک کشور را. ببینید این بحث من از این لحاظ برای شما میگم تخصصی شده که شما وقتی که میان بحث میکنین که افغانستانی ها میان در ایران جرم میکنن، خب برین مجازات بکنین مطابق قانون ایران، مطابق قانون اسلامی ایران مجازات بکنین، حتی اگر اعدام است، حتی اگر حبس است، حتی اگر تبعید است. یه چی ربطی داره به جامعه مهاجرتی که از ترس کشتن شدن و زنده ماندنشان میان ملکشان ترک میکنن و میان به کشور مسلمان شیعه، اونجا پناهنده میشه و شما او را در کوچه و بازار با حرفهای طعنه و در محل کار با زجر و شکنجه در مرز، در خب اردوگاه ها با هزاران نوع شکنجه غیر انسانی روبرو هستند. کجای از در قانون شیعه است؟ کجای از در قانون یک جامعه اسلامی است؟ ما به این را مطرح بکنیم. اگر فردی می جرم میکنم آقای رئیس‌زاده فرصت بفرمایید. جناب عبدی اگر فرمایش پایانی دارید در مورد صحبت های رئیس‌زاده میشنویم. جناب عبدی صدای منو دریافت میکنید؟ بله صدای بله بفرمایید. ببینید بزرگوار، من عرض کردم جامعه تحصیل کرده و مردم محترم
افغانی رو افغان رو باید عرفبت از آنهایی که جرم مرتکب میشن جدا دونست، ولی یک ایرانی هم ممکنه که جرم مرتکب شه. اما انصافا چند درصد از اتباع خارجه افغان در ایران عرفبت افرادی هستن که تحصیل کرده هستن، افرادی هستن که سرمایه دارن و به بخش سرمایه گذاری کشور کمک میکنن؟ نمیگم نیست، هست، در همین قوم ما هم تعدادی از این افراد هستن، هم که تو مباحث حوزوی چه مباحث دانشگاهی ما تو این همین عرشبت که قوم آقای دکتر برهانی رو داریم که از جراحهای معروف و دسته یک قوم هست در بحث جراحی چشم. اما درصد اینها چند نفرن بزرگوار؟ غالب افرادی که میان خب افراد طبقه پایین هستند، افرادی هستند که از روستاها آمدند و خب بله در ایران چرا میان؟ به خاطر اینکه درآمدشون بیشتر میشه، رفاهشون بیشتر میشه. اما این نباید منجر بشود به اینکه ما در ایران عرشبت خود ایران ها دچار مشکل شیم. هرچند باید تمدن ایرانی که این داخل این تمدن ارمنستان، تاجیکستان، خود افغانستان، پاکستان و خود ایران هم دخیل هستند رو باید از فرهنگ و بحث شهر و کشور ایران و ایرانی جدا بدونیم. اینها رو هم باید تو مباحث فرهنگی روش بحث بکنیم. ولی غالب افرادی که اتباع افغانی هستن و در ایران هستن افراد سرمایه دار و افراد تحصیل کرده خوب نیستن، بلاجرم چون محدودیت های قانونی هم دارند متاسفانه دست به سمت جرائم قانونی میبرند. ممنونم از شما. با تشکر از آقای علی عبدی انبوهی، پژوهشگر دینی و کارشناس حقوقی از قم، و مظاهر رئیس‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی از آنکارا که در این بخش خبری همراه ما بودند.